من جمهوری خواهم و سناتور مورفی دموکراته. ما از جانب مردم آمریکا و در همبستگی با شما حرف میزنیم. کریستوفر مورفی سناتور دموکرات آمریکایی نیست که به همراه سناتور مککین به اوکراین رفته بود، خطاب به تظاهرکنندگان اوکراینی گفت: شما مهمترین عامل تغییر هستید و این اعتراضات آرام و تاریخی الهام بخش بسیاری در جهان شده است. تظاهرات ضد دولتی اوکراین از ماه پیش و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان تجاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد، قراردادی که به صورت عملی و هم از دید اوکراینی‌ها ارتباط با غرب را تسهیل می‌کرد و نهایتاً به عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا منتهی می‌شد. مردم اوکراین، این لحظه سرنوشت ساز شماست. آینده شما با اروپاست. شما مستحق این آینده اید و نه تنها من، بلکه دنیای آزاد و مردم آمریکا هم از شما طرفداری میکنند. یک شنبه تقریبا 15,000 تن از حامیان دولت نیز در یکی دیگر از میدانهای شهر کیف اجتماع کردند. ما طرفدار رئیس جمهوری هستیم و از موضع او و از تظاهرات صلح‌آمیز دفاع می‌کنیم. به نظر ما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری تمام اوکراین است. مقام‌های اوکراین می‌گویند مهمترین دلیل امضا نکردن پیمان بازرگانی با اتحادیه اروپا این است که آن اتحادیه نتوانسته هزینه‌های اقتصادی جدایی اوکراین از بلوک روسیه را به خوبی جبران کند. دوشنبه قرار است اپوزیسیون اوکراین و طرفداران دولت در کیف تظاهرات کنند. روسیه نیز در مورد سفر سناتورهای آمریکایی به اوکراین اظهار نظر نکرده، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته غربی‌ها در این مورد واقع‌گرایی‌شان را از دست دادند. یگانه یرسباران، صدای آمریکا، واشنگتن.